سلام به دوستان همیشگی فارسینت. خیلی ممنون که بازم ما رو انتخاب کردین. در این ویدیو میخوایم در مورد لکه سفید روی ناخن کودکان شما صحبت کنیم. پس همراه ما باشید. ناخن کودک میتواند در مورد سلامتی کلی او چیزهای بسیار زیادی را نشان دهد. ناخن‌های صورتی و درخشان معمولا سلامت خوبی را نشان میدن. تغییر رنگ، خطوط و رگه‌ها، ناخن‌های شکننده، لکه‌های سفید روی ناخن‌ها میتوانند نشانه ای از مشکلات پزشکی باشند. ظهور خطوط سفید یا لکه ها در ناخن کودک نیز لکونچیا نام دارد. اینها بیشتر مشکلاتی بی‌ضرر هستند که نسبتاً در کودکان شایع‌اند. لکه های سفید روی ناخن های کودک میتواند به علت کمبود روی ایجاد شود که به راحتی درمان میشود. گاهی اوقات هم با سطح پایین منیزیم و کلسیم ارتباط دارند. صرف نظر از علت، لکه های سفید به طور معمول موقت هستند و تقریباً 8 الی 9 ماه طول میکشد که تا ناپدید شوند. با این حال همینطور که در ادامه میگیم، مواردی که لکه ها و نقاط سفید کننده تکرار میکنند میتوانند نشان دهنده عفونت های ویروسی یا قارچی یا مشکلات مزمن مرتبط با کبد، کلیه و قلب میباشد. انواع لکونچیا. 1. لکونچیای کلی. چنین شرایطی معمولا ژنتیکی است. کل ناخن به طور کامل سفید میشود. 2. لکونچیای جزئی. در این شرایط بعضی قسمت‌های ناخن سفید می‌شوند. لکونچیای جزئی می‌تواند 3 مورد باشد. 1. لکونچیای رشته‌ای. رگه‌های سفید افقی به موازات پایه ناخن ایجاد می‌شود. لکه‌های سفید کوچکی روی ناخن قابل مشاهده می‌شوند و این شایع‌ترین نوع لکونچیا است. 2. لکونچیای نقطه‌ای. نقطه‌های سفید کوچک روی ناخن معروف‌ترین مدل لکونچیا است. 3. لکونچیای طولی. خطوط سفید طولی زیر لاک ناخن ظاهر می‌شوند. لکونچیای طولی بسیار نادر است. 3. لکونچیای آشکار. این وضعیت شامل تغییر رنگ ناخن‌های سفید به علت تغییرات در بستر ناخن به جای صفحه ناخن است. برخی از علل احتمالی لکه‌های سفید روی ناخن‌ها عبارتند از 1. آسیب ناخن. لکه‌های سفید می‌توانند نتیجه ترما یا آسیب‌های جزئی ناشی از ماتریکس ناخن باشد. به عنوان مثال گیر کردن ناخن‌ها بین تخت، خوردن انگشتان دست به در، خم شدن ناخن، کوتاه کردن نادرست ناخن‌ها. آسیب ممکن است چند هفته قبل اتفاق افتاده باشد، اما ناخن چون رشد بسیار آهسته‌ای دارد، دیرتر معلوم می‌شود. بنابراین زمانی که ناخن رشد می‌کند، به شکل یک نقطه و لکه سفید ظاهر می‌شود. 2. واکنش آلرژیک. یکی دیگر از علل لکه‌های سفید می‌تواند حساسیت خفیف به علت استفاده از مواد شیمیایی خاص را در لاک ناخن، پاک‌کننده‌ها و سخت‌کننده‌های ناخن باشد. 3. عفونت. ظهور لکه‌های سفید روی ناخن‌ها می‌تواند نشان دهنده عفونت قارچی باشد. اگر بدون درمان رها شود، می‌تواند رشد کند و به آرامی تخت ناخن را کامل بگیرد. ناخن ممکن است پوسته پوسته و شکننده شود. 4. کمبود مواد معدنی. نقاط و لکه های سفید روی ناخن ممکن است ناشی از کمبود برخی از مواد معدنی مانند روی یا تغییرات هورمون ها باشد. 5. عوارض جانبی احتمالی. همچنین می تواند نشانه یک اثر جانبی قابل اعتماد از داروهای خاص یا درمان شیمی درمانی باشد. 6. علل دیگر. برخی از علل اضافی عبارتند از نارسایی کلیه، مشکلات قلبی، اگزما، مسمومیت با آرسنیک یا سرب، زاتوریه. نقاط و لکه های سفید می توانند به روش های مختلف ظاهر شوند. علت آنها ممکن است شکل و میزان آنها را تعیین کند. برای مثال، آسیب ناخن ممکن است عنوان یک نقطه سفید نشان داده شود، به حالی که یک واکنش آلرژیک می تواند چند نقطه را در ناخن ایجاد کند. برخی از علائم رایج نقاط هم‌اندازه کوچک، نقاط متمایز بزرگ، خطوط در سراسر ناخون. حالا میخوایم بدونیم آیا این لکه‌های سفید فقط به دلیل کمبود کلسیم رخ میده؟ اکثر مردم فکر میکنن که کمبود کلسیم باعث ایجاد نقاط و لکه‌های سفید روی ناخون میشود، اما بسیاری از محققان پزشکی میخوان این نظر را به چالش بکشن. آنها میگویند این دو رویداد به هم مربوط نیستن. لکه‌های سفید اغلب به دلیل آسیب‌های قدیمی که به ماتریکس ناخن وارد شده ایجاد می‌شود، یا یک عفونت قارچی، آلرژی به محصولات ناخونی یا یک ماده غذایی نیز می‌تواند احتمالاً باعث این اتفاق شود. گاهی اوقات می‌تواند ژنتیکی نیز باشد. اما موارد بسیار نادر می‌توان به کمبود اشاره کرد که غالباً با سطوح پایین روی یا بیوتین ارتباط دارد. درمان خطوط سفید ناخن‌ها ممکن است بسته به علت آنها متفاوت باشد.
پزشک برای تشخیص ممکن است تکه برداری ناخون یا مایکولوژی بافت ناخون را مورد مطالعه قرار دهد. او ممکن است یک آزمایش خون برای احتمال ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای پیشنهاد کند. برخی از درمان‌ها عبارتند از: اگر علت یک عفونت قارچی باشد، پزشک داروهای ضد قارچی خوراکی و کرم ضد قارچی موضعی را تجویز می‌کند. در صورتی که مورد آلرژی باشد، پزشک شما دستور قطع تمام محصولات ناخون را و استفاده از برخی داروهای ضد آلرژی را پیشنهاد می‌کند. بیشتر آسیب ناخون‌ها ممکن است با گذشت زمان بهبود یابد و با رشد ناخون، زخم به سمت بالا حرکت می‌کند. شما می‌توانید بخش آسیب دیده را ببرید. در صورت تغییر رنگ ناخون‌ها، درمان‌های زیبایی در دسترس هستند. حالا نوبت درمان‌های خانگی برای خلاص شدن این خطوطه. 1. روغن درخت چای. ابتدا روغن زیتون را به روغن چای اضافه کنید و مخلوط کنید. سپس آن را روی ناخون آسیب دیده اعمال کنید. استفاده مداوم از این مخلوط ممکن است نتایج مثبتی را ایجاد کند. 2. جوش شیرین. شما می توانید 1.2 فنجان جوش شیرین، کمی نمک، 1.4 فنجان پروکسید و 4 فنجان آب گرم را با هم مخلوط کنید. به طور مرتب ناخن‌های کودک خود را در این محلول بگذارید تا لکه‌های سفید کاهش یابند. 3. روغن پرتقال. با استفاده از قطره‌چگان یا پنبه روغن پرتقال را به ناخن‌های سفید کودکتان بزنید. 4. سرکه سفید. شما می توانید ناخون کودک خود را در ترکیب سرکه سفید و آب گرم برای حدود 10 دقیقه در هر روز بگذارید تا لکه‌های سفید از بین بروند. 5. تیکه لیمو. گذاشتن تیکه‌های لیمو بر روی ناخون‌های کودک تا ممکن است به کمک کاهش نقاط سفید کمک کند. آیا برای درمان لکه‌های سفید باید به پزشک متخصص اطفال مراجعه کنید؟ شما می توانید در این موارد به پزشک متخصص اطفال مراجعه کنید. 1. اگر تمام ناخونها به طور کامل سفید شوند. 2. چند لکه سفید روی تمام ناخونها پدیدار شود. 3. اگر خطوط سفید موازی روی تمام ناخونها باشد. 4. اگر ناخون کودک شما قهوه‌ای یا سفید شده باشد. لکه های گاه به گاه سفید یا لوکونشیا در ناخونهای کودک ممکن است وضعیت نگران کننده‌ای نباشد. معمولا این کار نیازی به درمان خاصی ندارد. در مواردی که کودک به طور ناگهانی لکه های سفید را روی تمام ناخن‌هایش زد، می توانید برای پیشگیری از عوارض احتمالی جدی به پزشک مراجعه کنید. خیلی ممنون که در این قسمت از فارسینت هم همراه ما بودید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب را هم بزنید. شب و روزتون خوش.